قاضی القضات جدید ایران روی صندلی نائب رئیسی مجلس خبرگان رهبری هم نشست. جایگاه ابراهیم رئیسی در تعیین رهبر بعدی ایران کجاست؟ Rights Council to present my report on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran. انتقاد گزارشگر ویژه سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در ایران. ایران میگوید که گزارش او مغرضانه و پر از دروغ است. بزرگترین آرزوی من است که یک مرد باشم. حال نه پسر گفته میشم نه دختر. نشویی که بعد دشواری های زندگی تراجنسی ها در افغانستان، از آزار و اذیت در جامعه تا محرومیت های حقوقی. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. کمتر کسی بعد از آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران قدرت و نفوذ ابراهیم رئیسی را در ساختار حکومت جمهوری اسلامی دارد. او ریاست قوه قضاییه را بر عهده دارد. دادستان دادگاه ویژه روحانیت است. متولی یکی از ثروتمندترین نهادهای ایران آستان قدس رضوی است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و حالا هم نایب رئیس مجلس خبرگان. چهره ای که وقتی خود را در انتخابات ریاست جمهوری به رأی مردم گذاشت، میدان را به حسن روحانی باخت. ولی اگر او در جلب رأی مردم موفق نبود، در کسب حمایت روشن آیت الله خامنه ای قدرتمندترین مرد ایران موفق عمل کرد. اوج گرفتن ابراهیم رئیسی در ساختار قدرت ایران چقدر مشابه خیز برداشتن برای جانشینی آیت الله خامنه ایست؟ جزئیات بیشتر از مسعود آذر. نایب رئیسی اول مجلس خبرگان رهبری برای ابراهیم رئیسی. این دومین منصب عالی برای آقای رئیسی در یک هفته اخیر است. در دستور کار امروز جلسه افتتاحیه مجلس خبرگان رهبری برای جانشینی محمود هاشمی شاهرودی بین سه نامزد رأی گیری شد. آراء عزیزمون آیت الله رئیسی از 78 رأی 43 رأی هست. با این تعداد آرا ایشون به عنوان نایب رئیس اول مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. صادق لاریجانی هم 27 رأی و فاضل گلپایگانی 5 رأی کسب کردند. اهداء حکم مقام معظم رهبری مدعی ظله العالی به حضرت. در این هفته فضای رسانه‌ای ایران در عرصه سیاسی مملو از خبر بود و تحلیل و تفسیر از تغییرات قوه قضاییه. صادق لاریجانی با انتصابش در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصب قوه قضاییه را چند ماه زودتر از موعد مقرر ترک کرد. ابراهیم رئیسی بر مسند او نشست. کسی که سابقه حضور در مناصب مختلف این قوه را داشت اما ریاستش را نه. در این شرایط تکلیف مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضاییه روشن شده. همه مسئولین ما بدون استثناء هر کاری می توانند در خدمت به این مردم شریف بکنند. در مجلس خبرگان رهبری آقای رئیسی نسبت به بیشتر اعضا جوانتر است و قابل اعتماد رهبر. حالا دست راست احمد جنتی در مجلس خبرگان است. رئیسی که سن و سالش بالاست و وضعیت جسمیش چون گذشته نیست. شاید او بهتر از سایر اعضا بتواند خواسته های رهبر را اجرا کند و در نبود رهبری نقش مؤثرتری بازی کند. ابراهیم رئیسی که از او درست یا غلط به عنوان یکی از گزینه های رهبری آینده صحبت می شود، می تواند در انتخاب رهبری آینده نقش مؤثرتری داشته باشد. او عملا تکیه بر جای اکبر هاشمی رفسنجانی زده، کسی که نایب اول مجلس خبرگان رهبری بود و در حالی که خودش هم می توانست گزینه رهبری بعد از درگذشت آیت الله خمینی باشد، راه را برای رهبری آیت الله خامنه ای هموار کرد. آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید. مناصب عالی اگرچه بین چند نفر از معتمدان انگوش شمار آقای خامنه‌ای دست به دست می شود، اما دست روزگار یا بر اساس برنامه از پیش تعیین شده، ابراهیم رئیسی را در چهار راهی قرار داده که می تواند احتمالاً در آینده فرمان نظام را به هر سویی که رهبری بخواهد هدایت کند.
مسیری که چندان هموار هم نیست. مسعود آذر، بی بی سی. کارنامه حقوق بشری ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو بررسی شد و جاوید رحمان گزارشگر ویژه از سرکوب‌های سیاسی و اجتماعی در ایران انتقاد کرد. او همزمان درباره پیامدهای انسانی تحریم‌های آمریکا بر زندگی شهروندان ایران هم هشدار داد. نماینده هیئتی که از طرف جمهوری اسلامی ایران در جلسه حضور داشت، البته این گزارش را سیاسی و پرمبالغه توصیف کرد. همزمان در ایران از حکم زندان نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر سخن به میان آمد و از احکام درویش‌های معترض گفته شد. جزئیات بیشتر از سیاوش اردلان از ژنو. با گزارشگر ویژه سازمان ملل آشنا شوید. او قصه حقوق بشر ایران در یک سالی که گذشت را امروز شرح داد. قصه اعدام و سرکوب و فشار بر اقلیت‌ها و فعالان جامعه مدنی. نسرین ستوده از اسامی مانند نسرین ستوده، اسماعیل بخشی و فرهاد میثمی در برابر هیئت ایرانی یاد شد. اما تأکید خاص گزارشگر بر روی اعدام دست کم 6 نفر در سال گذشته بود. کسانی که در سنین کودکی مرتکب جرم شده ولی بعد از بلوغ به دار آویخته شدند. با این حال هم گزارشگر سازمان ملل و هم کشورهای دیگر از اینکه ایران مجازات‌های جرایم مربوط به مواد مخدر را کاهش داده استقبال کردند. هیئت ایرانی خود را آماده پاسخگویی کرده بود. بسم الله الرحمن الرحیم. پاسخ ایران تهاجمی و طلبکارانه بود. تعیین یک گزارشگر ویژه برای ایران غیر عادلانه است و با انگیزه های سیاسی و مغرضانه از طرف بعضی قدرت ها انجام شده که نشانه رفتار خصمانه آنها با ملت ماست. با اینکه گزارشگر سازمان ملل مشخصا از تحریم های آمریکا و اثرات مخرب آن بر روی سلامت ایرانیان صحبت کرد، اما هیئت ایرانی او را متهم به برخورد گزینشی و یک بام و دو هوایی کرد. قابل پیش بینی بود کشورهایی که متحد ایران هستند بعد از واکنش ایران و بعد از خونده شدن گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل حمایت کردند از موضع ایران، گفتند اصلا انتصاب گزارشگر ویژه یک اقدام گزینشی هستش، کمکی به حقوق بشر نمی‌کنه و حتی نماینده روسیه گفت اتلاف پول و وقت هست. اما کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای غربی تأکید خاصی داشتند روی مسائلی مثل تبعیض، بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب اقلیت‌ها و فعالان مدنی در ایران و مخصوصاً تأکید ویژه‌ای بر روی اعدام افرادی که در سن زیر 18 سال مرتکب قتل شدند. من دکتر پیمان رؤوفی هستم و نماینده بنیاد کودک در سازمان ملل متحد. سازمان‌های غیر دولتی هم در اجلاس‌های حقوق بشر همیشه نقش فعالی دارند و با دغدغه‌های خاص خود. مشکلی که ما در مورد تحریم‌ها باهاش برخورد کردیم مسئله ارسال پولی است که در آمریکا جمع‌آوری میشه برای کمک به این بچه‌ها و در فرستادن این پول ما به ایران مشکلات زیادی رو داشتیم و داریم. البته باید بگم که مجوز اوفک از اداره خزانه داری آمریکا کسب شده و دریافت شده، اما با وجود این مجوز کانال‌های امن و قابل اعتمادی وجود نداره که ما بتونیم این پول نقد دریافت شده رو به ایران ارسال کنیم. در این میان حکومت ایران به چند سازمان غیر دولتی داخل کشور که خودی و مورد تایید نظام هستند مجال داد تا خط و روایت رسمی حکومت را در مقابل دشمنانش بازگو کنند. ما میخواییم اینجا به مردم دنیا بگیم که ملت ایران خودش قربانی تروره و ملت ایران ملتی مهربان، دوستدار صلح هست و به دنبال اینکه به ما این انگ تروریست رو میزنن ما اون رو قبول نداریم، بلکه ایرانی ها خودشون قربانی ترور شدن. بخش بزرگی از گزارش حقوق بشر سازمان ملل به وضعیت آموزش و بهداشت و بحران آب در ایران اختصاص داشت، با این پیش بینی که تا 20 سال دیگر ایران به وضعیت قرمز میرسد و همینطور وضعیت روزنامه نگاران ایرانی در گزارش سازمان ملل جایگاه ویژه‌ای داشت. و این بی بی سی فارسی بود که قادر شد صدای خود و بقیه همکاران داخلی و خارجی را در یک مجمع بین المللی شرح دهد. حاضران در اجلاس به شرح آنچه بر کارمندان بی بی سی فارسی رفت از زبان رعنا رحیم پور گوش دادند.
درباره ادامه فشارها بر روزنامه نگاران صحبت کردم، روزنامه نگاران بی بی سی، درباره اینکه از زمانی که بی بی سی فارسی شکایت برده به سازمان ملل، فشارها و تهدیدها به کسانی که در این کمپین حضور داشتند بیشتر بوده و همچنین لحن تهدیدآمیزی که در رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران ما شاهدش هستیم. پارلمان اروپا پنجشنبه گذشته در قطعنامه‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. در این قطعنامه از برخوردهای قضایی با فعالان حقوق بشر، زنان و روزنامه نگاران به شدت انتقاد شده و از ایران خواسته شده که سریع و بدون قید و شرط به این برخوردها پایان دهد. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین از مقامهای بلندپایه اروپایی خواستند که در مقابل نقض حقوق بشر در ایران ساکت نباشند. جزئیات بیشتر در گزارشی از آیدین صالحی. پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه، از ارکان اصلی قدرت در این قاره. در دستور کار امروز قطعنامه‌ای در مورد وضعیت حقوق بشر ایران، از جمله حکم سنگین زندان برای نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر. دادگاه انقلاب فعالیت‌های خانم ستوده در مورد حقوق زنان و مخالفتش با حجاب اجباری را تشویق به فساد و فحشا تفسیر کرده. او به 12 سال زندان محکوم شده. نمایندگان پارلمان اروپا همینطور به فشار، بازداشت و زندان فعالان محیط زیست و حقوق بشر اشاره داشتند. With the death in custody of activist, environmental activist Cavour Sayed Emami. Outrageous. Outrageous. مرگ کاووس سید امامی، فعال محیط زیست در زندان، وحشتناک، وحشتناک. همینطور حکم زندان برای نسرین ستوده و بسیاری دیگه در ایران. حکم نسرین ستوده بیش از هر چیز توهین به تمدن ایرانیه. ما این رو تحمل نمی کنیم و فدریکا مورگرینی باید صداش رو بلند کنه. موضوع دیگر فشار بر خبرنگاران و روزنامه‌نگاران و آزار خانواده‌های کارکنان بی بی سی فارسی. بی بی سی 10 مورد از نمونه‌های آزار اعضای خانواده خبرنگاران و احضار و ارعاب آنها را به سازمان‌های بین‌المللی گزارش کرده. Authorities have been systematically targeting BBC Persian staff and are moving on to the staff. مقام‌های ایران به گونه‌ای سیستماتیک کارکنان بی بی سی فارسی را هدف گرفتن. همینطور کارکنان دیگه رسانه‌های اروپایی رو. خانواده‌های اونا در ایران هم از این حمله‌ها در امان نبودند. در سال‌های 2017 مقام‌های ایران 152 نفر از کارکنان بی بی سی فارسی را ناعادلانه ممنوع معامله کرده. خانواده هایشان شاهد آزار، بازداشت و ممنوع خروجی بودند. همینطور میخوام توجهتون رو به تهمت های جنسی جلب کنم که به ویژه کارکنان زن بی بی سی رو هدف گرفته. من از اتحادیه اروپا میخوام که در مقابل این حملات به زنان و روزنامه نگاران اروپایی سکوت نکنند. در قطعنامه پارلمان اروپا 16 مورد از ایران خواسته شده. از جمله آزادی بی قید و شرط فعالان حقوق بشر، زندانیان عقیدتی و روزنامه نگاران. آزادی فوری و بدون شرط نسرین ستوده. پایان فشار، آزار و تعقیب قضایی خبرنگاران و خانواده هایشان. و همکاری ایران با گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد. پارلمان اروپا از اصلاح قانون مجازات محکومان مواد مخدر در ایران استقبال کرده، اما از این کشور خواسته تا به سوی لغو کامل اعدام گام بردارد. در روزهایی که ایران به اتحادیه اروپا بیش از پیش نیاز دارد، تصمیم امروز پارلمان اروپا فشار بر این کشور را بیشتر می‌کند. فشاری که نمایندگان پارلمان اروپا می‌گویند رهایی از آن در دست ایران است و راه حلش رعایت حقوق بشر. آیدین صالحی، بی بی سی. بعضی از سازمان‌های دفاع از حقوق انسان و انجمن‌های روزنامه‌نگاری در تاجیکستان از افزایش درخواست‌های خبرنگاران از آنها برای کمک‌های حقوقی و روانی گزارش دادند. به گفته آنها مشکل دسترسی به اطلاعات، تعقیب و فشار روانی و بحث معاش با کارفرماها از موضوعات اصلی شکایت روزنامه‌نگاران بوده است. اهالی مطبوعات تاجیک 11 مارس در حالی روز مطبوعات را جشن گرفتند که در این اواخر فعالیت
فعالیت چند رسانه متوقف شده و برخی خبرنگاران تاجیکستان را ترک کردند. جزئیات بیشتر از سهراب ضیا از شهر دوشنبه. همین روز به امده رسیدیم که یک مصابداری مایده که یک ولایت. خیرالله میرسعیدوف درباره رشوه‌خواهی یک مسئول دولتی نوشت، اما در پی آن خودی او با حکم دادگاه در شمال تاجیکستان به 12 سال زندان محکوم شد. البته بعد از 8 ماه او را از زندان آزاد کردند، اما سوی سابقهش باقی ماند. اکنون به اروپا پناه برده است. دادگاه در شهر خوجند در غیابش آقای میرسعیدوف را دوباره به 8 ماه زندان محکوم کرد. برای بدون اجازه بیرون رفتن از محل زیست و سرپیچی از 2 سال کاری اجباری. این روزنامه‌نگار میگوید برای مداوا به گرجستان رفته بود و بعد از صدور حکم نوی دادگاه ناچار به اروپا پناه برده است. اینجا دفتری سازمان اجتماعی مرکز مستقل حفظ حقوق انسان در شهر دوشنبه است. حدود 2 سال می شود که این سازمان طرح را برای ارائه یاری حقوقی به روزنامه‌نگاران روی دست گرفته است. با گفته مسئولانش مراجعه خبرنگاران به آنها در سال گذشته بیشتر شده. حدود 50 نفر ژورنالیست از تمام منطقه‌های جمهوری تاجیکستان مراجعه کرده کی بودند. در حالتی که مثلا آنها با عریضه برای حمایت حقوقشان در دادگاه مراجعه میکردند، از جانب وکیل دفاعی ما مثلا حقوق آنها در دادگاه حمایت میگردید. حالتی که مثلا تفتیشات پیشکی باشد یا اینکه تعقیبات باشد، در این حالت مثلا وکیلان دفاعی که از جانب تشکیلات ما جدا کرده میشدند در مقامات های دادستانی و دیگر مقامات های حفظ حقوق رفته اشتراک میکردند در پرونده. در مراسم بزرگداشت روز مطبوعات تاجیک که همساله 11 مارس برگزار میشود، از مشکلات رسانه ها و خبرنگاران مستقل حرف گفته نشد. اگرچه مسئولان نقش رسانه ها را در رشد جامعه مؤثر ارزیابی کردند و از خبرنگاران خواستند تا اهداف و ایدئولوژی دولت را تبلیغ کنند و برای حفظ ثبات و امنیت ملی تلاش به خرج بدهند. بزرگداشت روز مطبوعات تاجیک در حال است که برخی از خبرنگاران از مشکلات دسترسی به اطلاعات، تعقیب و فشاری آنها و کم بودن دستمزد کارشان شکایت میکنند. با گفته آنها به این دلایل برخی نشریه ها و خبرگزاری ها از فعالیت باز ماندند. اما مقامات میگویند دلیل قطع فعالیت برخی رسانه ها مشکلات مالی است نه سیاسی. آزادگان یکی از هفته‌نامه هایی که بعد از 10 سال حضور در میدان مطبوعات تاجیک از چاپ باز ماند و هم قسمت نشریه های مانند نگاه و خبرگزاری های تاج نیوز و آزادگان شد. مسئولانش تنها مشکلات مالی را دلیل این امر نمی دانند. آزادگان چند سال پیش یکی از رسانه های بسیار پر بخاطب بود و امکانات بسیار خوبی مالی هم داشت. ولی به دلیل اینکه در فضای تاجیکستان بسیار اثرگذار شد، یک سلسله مشکلات ایجاد شد و این باعث شد که مؤسسی آزادگان که تامین کننده اصلی مالی رسانه بود از تاجیکستان برود و مشکل اقتصادی به دنبال آن شروع شد. سازمان گزارشگران بدون مرز 3 سال پیش جایگاه تاجیکستان را در شاخصی بین المللی آزادی بیان یک بار 30 رتبه پایین آورد. حالا هم تاجیکستان در رده‌بندی این سازمان در میان 180 کشور جهان در رتبه 149 قرار دارد. سهراب ضیا، BBC، دوشنبه. تراجنسی ها با دشواری های زیادی در زندگیشان در افغانستان روبرو هستند. از آزار و اذیت در اجتماع گرفته تا محرومیت های حقوقی. به همین دلیل تراجنسی ها در افغانستان اغلب تلاش می کنند هویتشان را پنهان نگه دارند. در قوانین افغانستان هم از این اقلیت جنسی یاد نشده. تازگی ها صحبت هایی از ساختن قانونی برای حمایت از تراجنسی ها به میان آمده. خبرنگار ما روین رهنوش در کابل پای صحبت شماری از تراجنسی ها نشسته و از مشکلاتی که آنها دارند پرسیده. از امون اول خوش داشتم آرایشگری کنم.
زندگی در سایه ترس و شرم. کسانی که به سختی حاضر می شوند در افغانستان سنتی از هویتشان پرده بردارند. شاهین 20 ساله به ظاهر مرد به دنیا آمده، اما احساسات درونیش زنانه است. در مکتب که می رفتم بچه ها دخترک صدایی می کدن. نتانستم از صنف 6 به بعد ادامه بتم. اذیت می شدم و حتی استادا می گفتن چرا مثل دخترها هستی؟ بزرگترین آرزوی من است که یک مرد باشم. حالی نه پسر گفته میشم نه دختر. نه شویی کده میتانم و نه زن. چرا مثل دخترها هستی؟ هنجارها نمیگذارند کسانی مثل شاهین در جامعه به عنوان یک تراجنسی حضور یابند. اما در قوانین کشور چه جایگاهی دارند؟ رفتم وزارت عدلیه، یکی از مهمترین نهادهای تقنینی افغانستان. در اونجا دهلیز به دهلیز گشتم. در آغاز در مورد این موضوع به گفته مسئولان اونجا حساسیت برانگیز، نه تنها کس حاضر نبود صحبت بکنه که دنبال کردن این سوژه تمسخر هم شد. قوانین افغانستان برای تراجنس ها ساخته نشده اند. در سایر قوانین ما از جنس سوم نام برده نشده، یعنی در قوانین افغانستان تا به حال جایگاه مشخص برای جنس سوم پیش بینی نشده. فقط در یک ماده قانون مدنی افغانستان به این موضوع اشاره شده. خونسایی که ذکوریت و انوثت او فهمیده شده نتواند، اقلی نصیبین یعنی کمترین سهم میراث را در مقایسه با پسر و دختر مستحق گردیده و باقی مانده متروکه به ورثه دیگر داده می شود. در افغانستان آماری دقیق تراجنسه ها وجود ندارد، اما تنها در شهر 5 میلیونی کابل به چند محلی که سر زدم تعدادی از آنها را پیدا کردم. ولی نمی توانند براحتی با جنس دیگر مدغم شوند. معمولاً تراجنسی های کابل در گروه های کوچک با هم می نشینند و معاشرت می کنند. این دو جوان با عبور از موانع زیادی توانستند وارد دانشگاه شوند. برای تأمین حقوق همجنسانشان کمر همت بسته اند. اگر کسی از ما حمایت کند، آماده استیم که دست خود به خاطر به دست آوردن حقوق ما بلند کنیم. ما می خواهیم یک وکیل از جنس خود ما در پارلمان باشه که از حق و حقوق ما دفاع کنه، یا حمایت ما کنه و صدای ما را در پارلمان بلند کنه. داور و فریاد از من خواستند که شاهد دیدارشان با یکی از اعضای کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان باشم. با این امید که راهی برای حل مشکلاتشان پیدا شود. موضوع تراجنسی ها در این جامعه یک مسئله به شدت حساس و یک تابو هست، به حدی که ما با چند نفر از اعضای پارلمان، از خانم ها و آقایان صحبت کردم، اونا نخواستن در این مورد حرف بزنن. حالا ببینیم که نتیجه صحبت این عضو مجلس نمایندگان با این تراجنسی ها چی خواهد شد. واقعا یک مسئله بسیار مهم و اساسی بوده، یک قشری از فرزندان ما، جوانان ما، مردمان ما در وضعیت مثل شما قرار دارم. نه تنها که شما حمایت نمیشیم، سپورت نمیشیم، اما تغییر و توهین هم میشیم که این اصلا از لحاظ ارزش های انسانی و مدنی به هیچ عنوان قابل قبول نیست. در مجلس نمایندگان دادخواهی حتی برای حقوق زنان گاه گاهی میتواند دشوار باشد. اما این نماینده مجلس به وعده اش عمل کرد و برای افرادی که هویتشان در اجتماع و قانون پذیرفته نشده صدا بلند کرد. به نظر می رسد نمایندگان مجلس دوست ندارند حتی نام تراجنسی را به زبان بیاورند. هرچند اینجا برای نخستین بار بحث تراجنسی ها به گونه رسمی از مجلس شنیده شد. اما راه دشوار پیش روی تراجنسی ها در افغانستان قرار دارد تا زندگیشان سر و سامان بیابد. در شهر و بازار هر کسی صدا می کند که
او ایزک کجا میری؟ روین رهنوش، بی بی سی، کابل. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.